آقای دکتر عباس میلانی درباره بسیاری از گره های تاریخ معاصر ایران ما را روشن میکنند. آقای دکتر میلانی عزیز، درود بر شما. سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران مبسع که تشریف دارن. ممنونم آقای دکتر. یکی از همیهنان، یعنی چند تا در واقع، میگفتن که از آقای دکتر بپرسین که بقیه اون 1000 صفحه مربوط به مسائل 28 مرداد رو که وزارت خارجه آمریکا افشا کرده خواندن، و اگر خواندند مسائل اصلیش رو برای ما بیان کنند. چنین چیزی ممکن است آقای دکتر؟ حتما ممکنه و فکر میکنم هم خیلی ضروری است که در حد بضاعت هم من بگم که توی این اسناد چیست، برای اینکه خیلی سرصدا کرده اسناد و همه به نوعی از ظن خود یار این اسناد هستن. یعنی به نظر میاد که اغلب یک گمانهایی در مورد این اسناد دارن و فکر میکنن این اسناد اون گمانها رو تایید میکنه، ولی این اسناد 1000 صفحه است، 375 سند مختلف هست. از 1951 شروع میشه، فوریه اولین سندش فوریه 23 51 و تا 54 ادامه پیدا میکنه. اسناد از سوی نهادهای مختلف هست، از سوی سیاه هست، همه به عنوان اسناد سیاه از این یاد میکنن، اصلا اینطور نیست. بخش مهمی از اسناد اسناد سیاه است، ولی بخش حتی مهمتر اسناد وزارت امور خارجه است، سفارت آمریکا، کاخ سفید. برخی به اشتباه فکر میکنن که این همه اسناد سیاه در مورد 28 مرداد، اصلا اینطور نیست. بعضی از مهمترین اسناد هنوز در این مجموعه نیست و همونطوری که در مقدمه مجموعه آمده، اسناد عملیاتی سیاه که در واقع گزارش فعالیت‌های روزمره اونها، اونها همه به ادعای سیاه گم شدن یا از بین رفتن و از اون 100 گزارش کلیدی فقط 7 گزارش سند هست. فقط چی آقای دکتر؟ 7 سند هست، 7 سند هست، 10 تا سند عملیاتی که سیاه ادعا کرده که این در نقل و مکانها و در گذر تاریخ این اسناد از بین رفته. و اون 7 سند هم در واقع روایت بازسازی شده این اسناد هستن. خود این کتاب رو اگه کسی به دقت بخونه اینا همه اونجا هست. من میگم اولا بعضیا بدون اینکه، حتی بعد از یک ساعت بعد از این کتاب در اومد، من می‌دیدم بعضیا در حساب‌های مجازی خودشون در مطبوعات ایران اعلام نظر می‌کردن در مورد این سندها چی میگه. 1000 صفحه سند در یک ساعت نمیشه خوند، همونجوری که رأی‌های احمدی نژاد هم در یک ساعت نمیشه خوند، 1000 صفحه سند رو هم نمیشه در یک ساعت خوند. ولی خب بعضیا دو دلیل چاپ این جالبه، این دوباره بخشی از اسناد وزارت امور خارجه و کاخ سفید و حتی محدودی از گزارش‌های تحلیلی سیاه قبلا در این مجموعه چاپ شده که من در کتاب نگاری به شاه از این مجموعه فراوان استفاده کردم. این مجموعه در واقع بخشی است از یه سلسله کتاب‌هایی که وزارت امور خارجه دائم چاپ می‌کنه. این کتاب‌ها معروفند به FRUS Foreign Relations of United States، بعد یه تاریخ بغلش هست، بعد زیلش کشور هست. مثلا FRUS 1952-54 ایران. اون اسناد قبلا وجود داشت و خیلی ازشون استفاده کردم. بعضی اسناد دیگر هم در آرشیوهای رئیس جمهوری میشه سراغ کرد. ولی وقتی اون سند، اون مجموعه در 1989 در اومد، عده‌ای در کنگره آمریکا و عده‌ای از محققین اعتراض کردن به وزارت امور خارجه که شما چطور در مورد نقش سیاه در کودتا هیچ چیز چاپ نکردید، چطور اطلاعات سیاه رو چاپ نکردید. کنگره یک لایحه‌ای تصویب میکنه
و از وزارت امور خارجه میخواد که برگردید و این اسناد رو بازبینی کنید و آنچه که مهمه رو در یک مجموعه جدیدی چاپ بکنید. این کتاب نتیجه اون تلاشه و خیلی واقعا تلاش عالی است، خیلی نکات رو روشن میکنه، ولی هنوز بعضی نکات هست که به لحاظ گم شدن بعضی از این اسناد در دسترس ما نیست. اون سندها سوخته آقای دکتر؟ به یک روایتی سوخته، به یک روایتی گم شده و به یک روایتی به هر حال سیار رغبتی به این که اینها رو نشون بده نداره. اکراه داره. برای اینکه گزارش های عملیاتیشون هستن و اسامی افراد هست، البته در بعضی از گزارش هایی که چاپ شده، در این هفت گزارش عملیاتی که چاپ شده و بعد در بعضی گزارش های تحلیلی که چاپ شده، ما بعضی از عملیاتشون رو کاملا میتونیم دنبال بکنیم. گاهی افراد رو که ازشون استفاده کردن روش خط زدن، گاهی افراد رو هم که باشون تماس دارن معلومه. مثلا سیا در یه زمانی با آیت الله کاشانی تماس میگیره، اونجا اسم آیت الله کاشانی رو دیگه حذف نکردن. یا آیت الله کاشانی با نماینده سفارت آمریکا تماس میگیره و در مورد اینا من به تفصیل توضیح خواهم داد. فقط هم در مورد اون نیست، آدم های دیگر هم هستن، ولی کاشانی خب چون رژیم خیلی ببینید برای کاشانی جان هوا آب میکشید و اون رو در واقع نجات دهنده بالقوه مصدق معرفی میکرد، تو این اصلا کاملا معلومه که چقدر از چند ماه بعد از 28 مرداد شروع به همکاری نزدیک میکنه هم با شاه و زاهدی که اون معلوم بود قبلا. یعنی من در کتاب شاه به همکاری زاهدی و کاشانی اشاره کردم. اردشیر زاهدی مدتی در منزل کاشانی پنهان شده بود در زمانی که دولت مصدق دنبالش می‌کرد، ولی ابعاد همکاریش با آمریکایی‌ها و نوع تماس‌ها و قول و قرارهایی که به آمریکایی‌ها میده و علیه مصدق میده تو این اسناد خیلی خیلی گویاست. که یکی یکی من می‌خوام با ذکر سند و صفحه بهش اشاره بکنیم که هیاهوی ساده نباشه، بلکه یک تأملی در اسناد تاریخی باشه. خب آقای دکتر، شما در واقع نقطه نظرهای خودتون رو در باب این اسناد خارج نویس کردید یا کار دیگه ای کردید؟ من اونچه که به گمانم مهمترین این اسناد بوده و حرفای تازه‌ای در موردش هست، در درونش هست و ما رو به شناخت سیاست آمریکا از 51 تا 54 و به سیاست در داخل ایران و کسانی که رابطه داشتند و چگونه رابطه داشتند، موضعشون نسبت به مصدق چی بود، نظرشون نسبت به زاهدی چی بود، تماس آمریکا مثلا با تیمسار زاهدی چگونه بود، اونها رو من سعی کردم مهمترین نکاتش رو یادداشت بردارم. برای اینکه اولا کنجکاو بودم بدونم این سندهای تاریخی مهم چه چیز در بر دارن، محتاج بودم و کنجکاو بودم ببینم که آیا نکته اصلی در کتاب شاه هست که من شاید به غلط فهمیدم یا این محتاج تفصیل یا تطبیق. به همین خاطر شروع کردم اینها رو یادداشت برداشتن و ترجیح من این است که اگه در موردشون صحبت کنیم با اشاره به سند باشه که دوستان بتونن دنبال بکنن و به همین خاطر هم گاهی ممکنه به یادداشتام نگاه بکنم. از بینندگان عزیز شب پوزش می‌کنم. خب آقای دکتر بفرمایید که اولا هزار صفحه رو که نتونستیم بخونیم. بله؟ والا تقریبا 800 صفحه رو تا به حال خوندم. 800 صفحه خوندین؟ بله دیگه الان 8 روز است که 7 روز است که در اومده و من میگم بخش مهمی ببخشید. بله ببینید اولین سند دوره، اگر اینو باید به عنوان مجموعه رو به نظر من بایستی به عنوان یک سند واحد در این حال خوب، در حال یک کسی یا یک کسانی
این مجموعه رو گردآوری کردن و به لحاظ نقطه نظرهاشون بعضی از سندها رو در مجموعه نگه داشتن، بعضی رو نذاشتن و ترتیب و تقدمش میگن از لحاظ تاریخی است و درسته، ولی اولین سند مهمی که اینجا گذاشتن به نظر من خیلی سند جالبی است. اهمیت مضمونیش کمتره ولی اهمیت سیاسیش زیادتره. اولین سند متعلق است به فوریه 23 1951 و در مورد این است که تا چه حدی شوروی در ایران نفوذ داره. این از اون جهت اهمیت داره که بالمعال وقتی که آمریکا تصمیم میگیره به سیاست انگلستان بپیونده و سعی کنه مصدق رو بندازه، برای اینکه از روز اول سیاست انگلستان در مورد مصدق برانداختن مصدق و دوباره از روز اول تا یک سال و نیم بعد آمریکا خیلی تلاش کرد که، و در چند مورد سندهاشو میتونیم بهش اشاره کنیم، مثلا جلوی تلاش کودتا و تلاش حمله به ایران رو آمریکا با شدت عمل و با کلمات خیلی تندی در این اسناد میتونه آدم ببینه میگیرن، برای اینکه هنوز آمریکا داره سعی میکنه ببینه یه راه حلی پیدا میشه یا نه. ولی وقتی بالاخره تصمیم میگیرن بپیوندن، یه توجیه اصلیشون، در واقع دو توجیه داشتن، یه توجیه اصلیشون این بود که اگر ما اقدام نکنیم ایران دست کمونیستا میفته، حزب توده مصدق توان مقابله با حزب توده نداره. توجیه دومشون این بود که دکتر مصدق حاضر به هیچ گونه کوتاه آمدن نیست، هیچ گونه قرار توافقی امضا نخواهد کرد، پس باید این راه حلی متفاوت بشه. اولین سندی که انتخاب کردن سند مربوط به عنوانش است موقعیت شوروی در ایران، یعنی فضا رو دارن یه جوری برای خواننده آماده میکنند که اون گام نهایی در درکش ما چیز دقیق تری داشته باشیم. و در اونجا اطلاعات جالبی دارن در مورد نقش و حضور شوروی در ایران و نفوذ حزب توده. ادعا میکنن که بر اساس آمار حزب توده که منحل بوده های دکتر، منحل بوده ولی فعال بوده دیگه، اتفاقا همه میدونن که انحلال منحل به معنی ایرانیش بوده، منحل به معنی ایرانیش بوده و اتفاقا منحل بودنش یک جنبه رمانتیکی بهش میداده دیگه. حزب زیرزمینی بوده ولی همه کاراش رو علنی انجام میده. اتفاقا یکی از چیزایی که بهش اینجا اشاره میکنن همینه که با اومدن رزمارا و بعد مصدق، گرچه حزب هنوز غیر قانونیه ولی همه کار میکنه و تظاهرات برگزار میکنه. ادعا میکنن که از هر 1000 نفر در ایران، این 1000 رو دوباره گزارش 1951 در صفحه 3 میگه، از هر 1000 نفر در ایران 1 نفر به کمونیسم یا به توده تمایل داره، که خب رقم قابل ملاحظه است. بعدها این رقم رو تغییر میدن، بالا پایین میره، بعدها تعداد کسانی که به گمانشون در ایران ممکنه به حزب توده بپیوندن خیلی کمتر میشه. و بعد در همین زاویه میگن که با اینکه تعداد افراد خیلی زیاده، افرادی که به حزب پیوستن خیلی زیاده، ولی به نظر ما ایرانی ها بالمعال فریب شوروی و حزب توده رو نخواهند بود، یعنی تعداد کسانی که در واقع طرفدارشون خواهد بود کمتر خواهد بود. سند سوم دوباره خیلی مهمه برای اینکه در ادامه همین راستاست. سند سوم یه سندی است از CIA که ادعا میکنه آیت الله کاشانی با شوروی و حزب توده تماس داره. دوباره این ادعا ادعای تازه نیست، من در کتاب شاه هم اشاره کردم که شاه در یه گفتاری با آمریکایی‌ها میگه که ما خبرهایی شنیدیم که شاید کاشانی با شوروی در تماسه. اینجا آدم حدس میتونه بزنه که شاید یا CIA خبر رو به شاه داده بوده
یا شاه خبر رو به آمریکایی‌ها دادن و اونا دارن مذاکره میکنن. ولی این تم بعدها هم بارها تکرار میشه که حزب توده در اطرافیان کاشانی و در بیت کاشانی به نظر میاد که آدم با نفوذی داره. سند پنجم بعد از ترور رزماراست و به نظر میاد که نگرانی آمریکا از خطر نفوذ حزب توده بیشتر میشه، برای اینکه به یک روایت آشوبی که ایجاد خواهد شد به رشد حزب توده کمک خواهد کرد. در اینجاست که میگن ما باید یک برنامه تبلیغاتی علیه هم مصدق و هم کاشانی به عنوان رهبران جنبش ملی کردن نفت آغاز کنیم. و بعد میگن که بر محور این برنامه تبلیغ باید تأکید بر خطر کمونیسم باشه. و بعد میگن باید با چهار آخوند تماس بگیریم، گزارش سیاست، باید با چهار آخوند تماس بگیریم که ما رو در این کار کمک بکنن. اسامی آخونده متاسفانه سیاه شده، معلوم نیست که اونها کی هستن، ولی میگه که اونها میتونن به ما کمک بکنن که این قضیه رو حل کنیم. اونجا یه نکته بسیار مهم دیگری میگه، صحت و سقمش اصلا معلوم نیست، من فقط دارم متن گزارش رو میگم. وقتی چهار تا آخوند رو اسم میبره، جمله بعد میگه که یه راه حل این مسئله اینه که به کاشانی پول بدیم. میگه به نظر میاد که این عبارت اینه که تلاشی برای خرید کاشانی بایستی انجام بگیره. این صفحه 21 میگه شواهدی در دست است که اگر بهش پول بدیم نظرش نسبت به آمریکا عوض خواهد شد. بعد میگه باید تبلیغ علیه مصدق بکنیم، میگه که خودشون میگن، ولی مصدق اونقدر خوشنامه که تبلیغ علیهش خیلی مؤثر نخواهد. راه تضعیف مصدق، یعنی میخوان کاشانی و مصدق رو تضعیف بکنن. کاشانی رو میگن شاید بهش بشه پول داد و بعد توضیح میدن که از طریق اون چهار آخون چیکار میتونن بکنن. بعد در مورد مصدق میگن مصدق رو به خودش نمیشه هم بکرد، برای اینکه خودش خیلی خوشنامه. راهش اینه که اطرافیانش رو ازش جدا بکنه و دو نام میبرن، بقایی و اللهیار صالح. یکی از تمهای بسیار جالبی که در این اسناد هست، بارها برمیگرده بهش، تلاش‌های متعددی است که هم آمریکایی‌ها هم شاه می‌کنن برای اینکه اللهیار صالح رو از مصدق جدا کنن. بهش پیشنهاد نخست وزیری می‌کنن و اللهیار صالح هرگز زیر بار نمیره و حاضر نمیشه جدا بشه. ولی خب بقایی می‌دونیم که جدا میشه و در تحولات بعدی نقش بسیار مهمی داشته. من زدم کامل زمین رو برد کنم، خیلی ببخشید. شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید که من در خدمتتون هستم. کاشانی رو بالاخره خریدن؟ والا من تو این اسناد چیزی داله بر این قضیه ندیدم. تلاش در این زمینه کردن و کاشانی هم بایشون تماس‌های مکرری میگیره و حرفای بسیار جالبی میزنه که من ترجیح میدم یکی یکی با دقت در موردشون آدم صحبت بکنه تا حرف کلی. ولی این گمان در موردش قطعا هست که خریدنی است و این گمان در موردش هست که حاضر به کنار اومدن. و دوباره این جمهوری اسلامی که این همه به همه حمله میکنه که کوچکترین مثلا تماسی با آمریکا داشتن، آقای موسوی رو، خانم رهنورد و کردوبی رو الان 6 سال 7 سال تو زندان نگه داشتن به جرمی که آمریکایی ازش طرفداری کردن. مثلا تماس هم نداره، آمریکایی چون ازش طرفداری کردن پس اینا آمریکایی هستن. حالا کاشانی که اینا
یه بزرگراه بهش اسمش کردن و یه جوری مرشد سیاسی آیت الله خمینی بوده و مرشد سیاسی نواب صفوی بوده که نواب صفوی مرشد سیاسی آیت خامنه ایست. اینا تماسهای گسترده داشتن با آمریکا. اونها به نظر نمیاد که ایرادی برش وارده. اینا خیلی برخورد واقعا گزینشی میکنن با اسناد و از ببینید آدم این مجموعه را که نگاه میکنه ببینه که اوضاع خیلی پیچیده تر از اونیست که این دوستان مایلن. اوضاع پیچیده تر از اون است که چی های دکتر؟ که این دوستانی که مایلن ماجرا رو ساده بکنن و درش قضاوت های مطلق داشته باشن، کاشانی رو ازش بود بسازن یا کاشانی رو ازش یک ابلیس بسازن، کاشانی قهرمان بسازن، یا قهرمان یا زده قهرمان، یا آدم پیچیده یه اشتباهاتی داره، ضعفایی داره، ضعفاش خیلی زیاد تو اینجا هست ولی قدرتش هم هست، میگه رهبر خیلی قدرتمندیه. دوباره خیلی نکات آموزنده برای فهم تحولات 28 مرداد هست، برای اینکه اینا از همون 51 52 میگن خیابون دست طرفدارای مصدق نیست، میگن خیابون دست طرفدارای کاشان نیست و حزب توده، و میگن اگر کسی بخواد خیابون برش حاکم بشه بایستی اینها رو باهشون یک جوری مواجهه بکنه. و حالا بعدن که رسیدیم به تحولات 28 مرداد، به نظر من واضحه که کاشانی هم در جلوگیری از نرفتن شاه نقش کلیدی داشت در اسفند و هم در 28 مرداد. دوباره تماساش با سفارت آمریکا در مورد این ماجرا، در مورد نرفتن شاه از ایران، وقتی که مصدق آشکارا داشت سعی میکرد در اسفند مصدق را از ایران خارج بکنه، سفارت آمریکا، کاشانی و ادا و سردار فاخر حکمت نقش های بسیار بسیار کلیدی و مهم بازی کردن. این شخصیت هایی که امثال بقایی و مکی و غیره رو از مصدق جدا کردن اسم برده ازشون؟ بقایی رو در اینجا اسم میبره، در مقاطع دیگه از افراد دیگه اسم میبره و میگه که اینها جدایی پذیر هستن. اینکه خودشون سعی کردن جدایی ایجاد بکنن، دوباره من هنوز به چنین چیزایی بر نخوردم، ولی در بعضی مواقع کاملا روشنه. حالا یکی دو مورد دیگه هست که خیلی موارد جالبی است از کسانی که طرفداران دکتر مصدق بودن و مثلا اونها هم از آمریکا کمک میخوان برای اینکه حزب توده رو باهاش برخورد بکنن. و خود مذاکراتی که دکتر مصدق با سفیر آمریکا میکنه و در یه مقطعی با رئیس اصل چهار میکنه، اینها حرفای بسیار بسیار جالبی درش هست. و مذاکراتی که شاه میکنه، یعنی دوباره میدونید در واقع شاه از 51 که انگلیسا سعی در برانداختن مصدق از طریق یک یا کودتا یا برکناری فرمان عزل مصدق رو شاه بده، شاه مقاومت میکنه. میدونید طبق قانون شاه میتونست مجلس رو منحل بکنه، یعنی بعد از ترمیم قانون اساسی در 1949 شاه حق انحلال مجلس رو پیدا کرد. انگلیس ها بهش فشار میارن که مجلس رو منحل کن، حکم عزل مصدق رو بده، یه نخست وزیر دیگه انتخاب کن اگر هم میخوای جبهه ملی باشه، مثلا الله یار صالح باشه. شاه حاضر نمیشه. شاه میگه که باید یه راه قانونی برای عزل مصدق انتخاب بکنیم. و تحلیل آمریکا و انگلیس اینه که شاه جرأت نداره تو این شرایط با مصدق و کاشانی در بیفته، برای اینکه فکر میکنه اگه در بیفته سلطنت رو شاید اینها در ایران از بین ببرن. که دیدیم بالاخره دقیقا وحدت بین جبهه ملی و طرفداران کاشانی نه در مرداد
31 بلکه در بهمن 79 در واقع همون ائتلاف سلطنت رو برچیدن دیگه. ولی دوباره میگم جزئیات این ماجرا خیلی جالبتر از اون کلیاتی است که همه در پی کشفش هستن که این بالاخره چی میگه این اسناد. این اسناد اهمیتش در جزئیات به گمان من، کلیاتش رو به نظر من بیشتر کم همه میدونستن، هر کسی که کنجکاوی تاریخی داشت میدونست، ولی جزئیاتی که خیلی پر میکنه و تصویرهای جالبی از این کاراکترهای مهم به ما میده. آقای دکتر، این که در مورد کاشانی به این نتیجه رسیدن که خریدنی است، چطور باز هم نسبت به اینکه با او نمیشه کنار آمد صحبت میکنن؟ با مصدق نمیشه کنار آمد. نه با کاش... اسم با... کاشانی با... آمد با کاشانی اسم... بارها میگن که با کاشانی میشه کنار آمد و کاشانی هم اصلا رسمن پیغام میفرسته به آمریکایی‌ها. میگم دوباره من ترجمه میدم با اشاره به صفحه اونا بگم، پیغام بفرسته که من با شما مخالفتی ندارم و سیاست‌های ما، یعنی خودشو میگه، طرفداراشو میگه، با سیاست‌های شما مخالفتی نداره. خیلی شبیه به پیامی است که آیت الله خمینی به آمریکایی‌ها میدن در آستانه انقلاب 79، نامه‌ای که به کارتر میفرستن، تماس‌هایی که از طریق یزدی به آمریکایی‌ها دارن دقیقاً همین مضمونه. میگن ما شما دعوایی نداریم، شما نفت میخواهید، میخواهید کمونیست‌ها رو از ایران بیرون نگه دارید، مملکت رو یه پارچه نگه دارید، خب ما این کار رو میکنیم، شما اگر مملکت نکنید، با ما صلح نکنید، مملکت داغون میشه. کاشانی هم یه چنین چیزی میگه، ولی رابطه کاشانی خیلی رابطه یعنی متفاوتی است، برای اینکه احساس میکنن اولا کاشانی رو میشه رأیش رو خرید. این بارها به این قضیه اشاره میکنه، هرگز معلوم نیست که آیا چنین کار کرد. من شخصا فکر میکنم به این مقدار پولی که کاشانی از بازار میگیره در اون زمان و محتاج پولش نمیکرد، این گمان که کاشانی با پول نظرش عوض میشد، به نظر من من تا سند دقیقی نبینم باور نمی کنم. ولی در این که آدم دوباره اسناد به کرات به این قضیه اشاره میکنه، میگه آدم قدرت طلبه و آدم فرصت طلبی است و اگر احساس بکنه که با این ور یا اون ور میتونه بسازه برای اینکه خودش قدرتش رو بیشتر بکنه خواهد کرد. یه گزارش خیلی جالبی است که رئیس اصل 4 آقای وارن بعد از اینکه کاشانی رفته رئیس مجلس شده، میره باش دیدار و وارن بهش تبریک میگه، میگه این موفقیت بزرگی است برای شما، رئیس مجلس ایران شدید. میگه که نه اصلا چیز مهمی نیست، من رئیس معنوی مسلمان‌های خاورمیانه هستم، اون خیلی برای من مهمتره. وارن یادداشتش میگه خیلی آدم عجیب غریبیه. میدونی خود در اون زمان کاشانی خارج از شیعیان ایران و عراق مثلا چیزی نداشت، با قول اینا عددی نبود. حتی اگه در میون شیعیان عدد بود، در میون مسلمانای خاورمیانه که اکثریتشون سنی بودن عددی نبود. شما رئیس مجلس ایران شده باشید ولی اونقدر فخر به خودت داشته باشید، غرور داشته باشید، بگی نه رئیس مجلس که چیزی نیست، من از اون مهمترش رو دارم. و هرگز هم میدونید مجلس نمیرفتی که شأنش عجله برای این بود که به مجلس بره. اونجا هم میگه، میگه من کارامو از طریق مشاوران و نواب رئیس، نواب رئیس انجام بله. آقای دکتر، اون وقت سرانجام در کجا کاشانی رو مصدق جدا میکنن؟ کاشانی میگم به تدریج این کار انجام میشه، به تدریج، خیلی به تدریج انجام میشه. و میدونید خیلی راحت حتما طرفدارای دکتر مصدق تمام مسئولیت جدا شدن کاشانی از مصدق رو به عهده کاشانی میریزن، طرفداران کاشانی هم به عهده مصدق میذارن. یعنی جمهوری اسلامی میگه مصدق
خطا کرد، کاشانی میتونست نجات بده، طرفدارای مصدق درست همه سرزنش رو بر عهده کاشانی میدونن. اسناد رو که نگاه میکنید به نظر من یک کمی مسئله پیچیده تره، یعنی هم جاه طلبی هایی داشت کاشانی، مصدق برش نمیتابید، بعد از سی تیر کاشانی، یعنی آشکارا بعد از سی تیره اگر لحظه رو بخوایی، حالا میگم سندار من مشخصا بهتون اشاره خواهم کرد، ولی لحظه رو بخوایید بعد از سی تیره، چون بعد از سی تیر کاشانی احساس میکنه که نیروی اصلی در خیابانها رو در سی تیر او آورده نه حزب بوده. به صراحت به سفارت آمریکا میگه که من بودم و ما بودیم که مصدق رو برگردوندیم، این توده‌ای ها دارن تبلیغات میکنن، شما به حرفشون باور نکنید. و چون احساس میکرد مصدق رو او برگردونده، سهم قدرت میخواست، میخواست پسرش نماینده مجلس بشه، میخواست در انتخاب وزرا حق به تو داشته باشه، میخواست چادر سر زنا بکنه در ادارات دولتی، میخواست علیه باهایی ها محدودیت های ایجاد بکنه. مصدق زیر بارش کنیم از اینا نمیره، مصدق احساس میکرد محبوبیت خودش و بازی که خودش کرده یه تیر رو به نفع اون برگردونده، و همین خاطر راهش کاشانی جدا شد. دوباره اگر گزارش های مربوط به سی تیر رو یکی یکی با دقت بخونیم، اطلاعات بسیار جالبی در مورد سی تیر هست، یعنی کاملا این که قیام مردم فقط بود یا کاشانی ملت آورد به خیابون یا مصدق آوردن یا توده‌ای آوردن، به هیچ وجه بر اساس این اسناد اینطور نیست. یه عامل اصلی به گفته سفارت آمریکا و انگلیس، عامل اصلی نه یک عامل، عامل اصلی پیروزی مصدق کاشانی حزب توده تعلل شاه، یعنی شاه به قوام در واقع خنجر زد، قوام رو حاضر نشد ازش حمایت بکنه. وقتی قوام دوباره، اینا گزارش های روز به روز و گاهی گزارش های ساعت به ساعتش هست، وقتی قوام سعی میکنه بره با شاه دیدار بکنه که بگه خود به من اجازه بدید از ارتش و پلیس استفاده بکنم در جلوگیری از تظاهرات، شاه میگه که الان نه یا سفارت نه یا دربار، بعد از ظهر بیا. بعد قوام خبردار میشه که در همون زمان شاه داره با سران جبهه ملی در دربار مذاکره میکنه، میره به سفارت آمریکا میگه آخه این چه جور پادشاهیه، من قراره با من نخست وزیر مملکتم و این طرفدارای جبهه ملی الان تو خیابون دارن آتیش میزنن، با من ملاقات نمیکنه، ملاقات منو به ساعت 5 بعد از ظهر موکول میکنه و بعد با سران جبهه ملی داره مذاکره میکنه، و هم آمریکا و هم انگلیس این رو تایید میکنن. دوباره قبلا سران جبهه ملی هم گفته بودن که در اون روز با شاه ملاقات میکنه. این جزئیات تازه ای از اون ماجرا هست که شاه نمیخواست قوام رو بهش قدرت زیاد بده، برای اینکه دوباره میگم راحت میشه شاه رو محکوم کرد، ولی شاه از 1942 به سفارت آمریکا و به خصوص بعد از 46 به سفارت آمریکا میگه که قوام فکر برانداختن سلطنت داره و میخواد خودش اینجا جمهوری ایجاد کنه. یعنی شاه هم این نگرانی در پس ذهنش بود، این سند رو باید در چارچوب این زمینه تاریخی خوند، نه فقط برای محکوم کردن شاه یا قهرمان کردن قوام. آقای دکتر میلانی، اینها لحظه هایی است که با خواندن این صفحات شما یادداشت کردید، یا اینکه برداشت های شماست؟ ببینید، به هر حال وقتی شما سندی رو میخونید، مثلا از یه سند 5 صفحه‌ای 4 خطش رو یادداشت میکنید، خودم به نوعی برداشت شماست. بله، تونستم 4 سطح دیگر رو برداشت کنم، ولی من به عنوان کسی که به این اسناد کنجکاو بودم و کتابی در مورد دوران شاه نوشتم، سعی کردم اون قسمت هایی رو یادداشت کنم
که به نظرم حرفای تازه مهمی دارن، نه تکرار حرفای گذشتن و نه تایید یا تکذیب سلیقه شخصی منم. یعنی من اون چیزایی که به دل خودم خوش آمده اینجا یادداشت بر نداشتم، یادداشتایی برداشتم که فکر میکنم برای درک اون دوران مهم هستن. حتما سلیقه های شخصی خودم هم دانسته یا ندانسته، حتما ندانسته، ولی تأثیر دارم. ولی ببینید من الان در مورد 3 تا سند با شما صحبت کردم، این از 9 تا سند 40 صفحه اینا اسناد است، من 4 سطر 5 سطر کلش رو برای شما توصیف کردم. خب به نوعی در اینها انتخاب هست، ولی امیدوارم انتخاب های شخصی و فردی برای تایید باورهای فردی و شخصی نبوده باشه. امیدوارم سعی کرده باشم با یک انصاف تاریخی و کنجکاوی تاریخی و مسئولیت تحقیقاتی اینها رو انتخاب کرده باشم، نه دلخوشکنکان رو. آقای دکتر، این برنامه، این گفتگوها در برنامه آینده هم براتون میسر هست بفرمایید؟ حتما. من مایلم که ما اصلا این صحبت های ما با شما 20 سال پیش تقریبا در مورد همین اسناد در مورد هویدا شروع شد. بله. داره برمیگرده به بعضی از اون دلیلش میگین چی های دکتر؟ دو سه تا موضوع روزه که میخوام همین الان ازتون بپرسم. حتما. یکی این است که مصباح یزدی و مکارم شیرازی شاید برای چندمین بار گفتن که در اسلام حاکم را خدا انتخاب میکند نه مردم. از سال 2014 و تشدید خشونت، این البته موضوع دیگری است ولی بازم میخونمش، بیش از 1000 کودک عراقی در عراق کشته شدند. آنها در چرخه بیپایان خشونت و فقر فزاینده به دام افتادند. اکنون بیش از 5 میلیون کودک عراقی به کمک فوری نیاز دارند. یونیسف میگوید جنگی که در عراق اتفاق افتاد یکی از وحشیانه ترین جنگ های تاریخ مدرن است. سوژه دیگری که من یادداشت کردم این است، بیعت مردم به معنی اعلام وفاداری و پیروی از رهبران الهی است. طرح اهمیت رأی مردم در جمهوری اسلامی رو اینها تفرقه انگیز خواندند، آقایون علما. این آقایی که این روزا روسا میگن کشتنش، آقای بغدادی، بله، در واقع رئیس داعش، حرفی که داعش و بغدادی در مورد بغدادی میزنن این حرفیست که آقای مصباح یزدی و آقای مکارم شیرازی دارن. اونا هم ادعا میکنن که، یعنی واقعا این عبارتشون رو تقریبا میگن، در اسلام انتخاب وجود نداره، در اسلام گزینش الهی است، مقبولیت الهی است، انتخاب الهی است و هر کی در مقابلش وایسه کافره. یعنی اونها به همین شدتی که آقای مصباح یزدی طرفداران رأی مردم رو کافر و مشرک میدونن، اونها تمام ایرونی ها رو کافر و مشرک میدونن، تمام سنی های غیر خودشون رو کافر و مشرک میدونن. میدونید دو گروه هستن در دنیا که همه ادعا میکنن فقط یک اسلام وجود داره، رادیکال های اسلامی، چه سنی چه شیعه، چه مصباح یزدی چه سید قطب چه ابوبکر بغدادی، میگن یه اسلام وجود داره، اون اسلامیست که من میگم، هر کیم غیر از این میگه کافره. دو، اسلام ستیزاییست که در غرب همین حرف رو میزنن، میگن یه اسلام وجود داره، اونم اسلام همین داعشیه، همه بقیه حرفا
کذبه. نه، اسلام های مختلفی وجود داره و اسلام هایی وجود داره که به دیگران، به دیگر اندیشان، به ادیان دیگه، به مذاهب دیگه حق حیات میده، میپذیره اونها رو. یه اسلام هم وجود داره میگه که من حقم، حقی غیر منه، یا به من میپیونده و جزیه میده یا میکشیمش، یا میکشیمش. خب این که میدونید خیلی راه حلی برای چیز نیست، ولی در مصر اخوان المسلمین می گفتند الاسلام و حل، یعنی اسلام راه حل همه چیزه. بله بله، اونا می گفتن راه حل همه چیزه. سید قطبم می گفت که اون روایتی که من از اسلام دارم تنها راه نجات بشری است، همه دیگه جاهلیه هستن. خب این اون حرفا رو این آقایون میزنن و هر کس هم سعی میکنه یک راه گریزی برای ایران و برای خود اسلامی که این آقایون کشتیش رو به گل نشوندن پیدا بکنه، تهمت مشرک بودن میزنن، تهمت آمریکایی بودن میزنن، هزار و یک چیز دیگه میزنن. و خب ببینید در شرایطی که واقعا احتیاج هست که آرامشی وجود داشته باشه، یعنی دنیای خاورمیانه دنیای بسیار بسیار پرتلاطم و پرخطری است و اینکه کسی مثل آقای مصباح یزدی از این بر هی برخلاف رأی 25 میلیون مردم صحبت بکنه چون کاندید مورد نظر ایشون انتخاب نشده، یا آقای خامنه ای تکفیر اندازشون رو تحریف بکنه بگه آتش به اختیار هستی چون کاندید مورد نظر ایشون انتخاب نشده، خیلی بی‌بصیرتی و سیاست خطرناکی در این مقطع هست و فکر کنم بهشون خیلی فشار آمده و دارن میزنن به یک سیم آخری که به گمان من خطرناکه. امیدوارم بپذیرن که با 25 میلیون رأی مردم به این شکل نمیشه برخورد کرد. توپ تانک تکر دیگر اثر ندادن به قول دوباره بگین آقای دکتر. توپ و تانک و تشر دیگه اثر نداره دیگه، اینا فکر کنم دیگه ندارن اصلا واقعا دیگه نداره دیگه. من فکر کردم شعر واقعیه. نه شعر بود، شعار اون زمان بود. بله آقای دکتر، حضورتون عرض کنم که امروز هم که ملاحظه فرمودین حتما که شعارهای علیه آقای روحانی در مراسم روز قدس دادند، در حالی که خود اون شعارها، ببینید مسئول مستقیم اون شعارها آقای خامنه‌ای است، یعنی اون عده 100 نفری که من عکسشون رو دیدم که ببینید واضح تکتیر اندازانه آتش به اختیار مزدگی بودن، تکتیر انداز بودن اونها دارن دستور آقای خامنه‌ای رو اجرا میکنن. آقای خامنه‌ای بود که سنگ بنای مقایسه روحانی با بنی صدر، بنی صدر رو گذاشت. وقتی که بنی صدر، وقتی که روحانی، من اون مصاحبه رو، اون سخنرانی تقریبا تمام شد دیدم، روحانی یه سخنرانی 57 دقیقه‌ای کرد که خامنه‌ای هم اونجا نشسته بود و روحانی یه 20 دقیقه اول بی‌کفایتی و فساد و برنامه‌ای دوران احمدی نژاد رو گفت. و خب هم روحانی میدونست، هم خامنه‌ای میدونست که مخاطب خامنه‌ای، مسئول روحانی بود، مسئول احمدی نژاد بود. آقای خامنه‌ای در تمام اون دوران یک خشمی در صورتش بود، یک بار چشمش بیرون بالا نیاورد که به این نگاه بکنید، یک بار لبخندش من نیدم. اونجا معلوم بود که تکیر اندازاش دفعه بعدی که روحانی بیاد بیرون علیش این مستمسی قرار را خند انداخت. و ببینید این بازی های خطرناکیست که به هر حال مردم ایران صبرشون اندازه ای داره، یک کاری نکنن که واقعا یک فرجام بشه که اون وقت نه از تاک نشان بمونه
نه از تاک نشان. تاک نشان. آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون. فکر میکنم که دقایق آخر برنامه همونه. آقای کارگردان ادامه بدم؟ بدم یا نه؟ نه دید میگن شما. چون راهمون دوره آقای دکتر. خوب نمیبینم. خب آقای دکتر ازتون تشکر میکنم. دنباله برنامه مربوط به هزار سفر را در هفته آینده. حتما. شب و روز شما خوش و شب و روز همیانان عزیز و با تشکر از آقای بهروز عزیزمون. شب و روزتون